برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی جلد اول کتاب ششم راهب روسی خانش دیبا رستگار ادامه فصل دوم حالت و مقامات کشیش و راهب متوفا زوسیما بند جیم خاطرات جوانی پدر زوسیما پیش از آن که راهب شود دوئل زمانی دراز نزدیک هشت سال را در آموزشگاه نظام پترزبورگ به سر آوردم و با آموزش تازه ام در آنجا بسیاری از یادهای کودکیم به تیرگی گرایید هرچند که چیزی را از یاد نبردم آنچنان عادت و نظرات تازه ای به خود گرفتم که به موجودی ستمگر و بیمنی و تا اندازه وحشی تبدیل شدم. جلای ظاهری، احترام و آداب اجتماعی را همراه زبان فرانسه یاد گرفتم. اما همگی ما از جمله خود من به چشم گله به سربازان نگاه می کردیم. در این خصوص من شاید بدتر از دیگران بودم چون از همگنانم بسیار تأثیر پذیرتر بودم. زمانی که در لباس افسری آموزشگاه را ترک گفتیم آماده بودیم به خاطر شرافت گردانمان خون خود را بریزیم اما هیچ یک از ما شناختی از معنای واقعی شرافت نداشت و اگر کسی آن را شناخته بود نخستین کسی می بود که مسخرش بکنند به مستی و بیبند و و شیطنت افتخار می کردیم. نمیگویم فطرتا بد بودیم تمامی این آدم های جوان بچه های خوبی بودند اما کردارشان بد بود و کردار من بدتر از همه آنچه بدترش می کرد این بود که به پول رسیده بودم بنابراین خودم را به دامان ایچ و اشرت انداختم و با سر به درون تمام بیپروایی های جوانی قوته بر شدم شوق مطالعه داشتم و عجبا که در آن زمان لای کتاب مقدس را باز نمی کردم گو این که همیشه پهلویم بود و هیچگاه خودم را از آن نمی بریدم. در حقیقت این کتاب را برای روز و ساعت و ماه و سال نگه می داشتم هرچند که خبر نداشتم. پس از چهار سال از این دست زندگی غذا را سر از شهرک درآوردم. جایی که گردانمان استقرار یافته بود مردم شهر را مهمان نواز و ثروتمند و اهل تفریح یافتیم. از آنجا که طبعی سرزنده داشتم و به داشتن وضع خوب مشهور بودم همه جا با روی باز از من استقبال می کردند. و بعد وضعیتی پیش آمد که مقدمه چیزهای دیگر شد. به دوشیزه ای زیبا و هوشمند با خصلتی شریف و والا دل سپردم. دختر اشخاصی بسیار محترم، آنان با مکنت و متنفذ بودند و صاحب موقعیت همواره مرا به آغوش باز و با گرمی میپذیرفتند گمان میبردم آن دوشیزه به لطف در من نظر میکند و چنین اندیشهای به دلم شرار میزد بعدها متوجه شدم و به کمال دریافتم که شاید عشقی پرشور به او نداشتم بلکه تنها به والایی اندیشه و خصلتش پی برده بودم که در حقیقت چارهای ای جزن نداشتم. با این حال در آن زمان خودخواهی نگذاشت پیشنهاد ازدواج بکنم جدا شدن از وسفسه های دوران آزاد و بیبند و بار تجرد در بهبوهه جوانیم و با جیب های پر پول مایه ناخشنودی بود. با این حال در مورد احساس هایم اشاره ای دادم. گو این که تا مدتی از برداشتن گامی مسمم خودداری کردم. آنگاه به یک بار فرمان یافتیم که برای دو ماه به جای دیگر برویم. دو ماه بعد در بازگشت متوجه شدم که بانوی جوان با ملاکی ثروتمند در همسایگی عروسی کرده است مردی بسیار مهربان هنوز جوان هرچند بزرگتر از من از فامیل های بزرگ پترزبورگ که من نبودم و دارای تحصیلات عالی که باز من نداشتم از این وضعیت غیر منتظره چنان دو چار درماندگی شدم که ذهنم کاملا مخشوش شد از همه بدتر اینکه طوری که آن وقت فهمیدم این ملاک جوان زمانی دراز با دخترک نامزد بوده و در حقیقت بارها در خانه او دیده بودمش اما نابینا از غرور متوجه چیزی نشده بودم و همین نکته به خصوص مایه آزارم شد همگی از موضوع خبردار شده بودند و من چیزی نمیدانستم از خشمی ناگهانی و مهار نشدنی لبریز بودم با چهره برافروخته به یاد آوردم که چند بار در کار اظهار عشق به دخترک شده بودم و چون بران نشده بود تا جلوی مرا بگیرد یا هشدارم دهد نتیجه گرفتم که لابد آن همه وقت به من خندیده. بعدها البته شنیدم و به یاد آوردم که خندیدن به من از شعن او بسی دور بوده است به عکس هر گونه ابراز عشقی را از سوی من به ترفندی به بیراهه میکشاند و از موضوعات دیگر سخن به میان میآورد اما در آن لحظه از اندیشیدن ناتوان بودم و همه مشتاق انتقام از یاد آوردن اینکه خشم و احساسات انتقام جویانه هم به شدت ظالمانه و با سرشتم ناسازگار بود در شگفت می شدم. به سبب داشتن خلقی ملایم غذب گرفتن به کسی را برای زمانی دراز دشوار یافتم و این بود که بایستی ساختگی خودم را خشمگین میکردم و عاقبت تاقی و پوچ شدم. چشم به راه فرصتی ماندم و موفق شدم در حضور جمع کسیری به رقیب خود توهین کنم به دستاویزی کاملا بی ربط به او توهین کردم و عقیده را درباره رویدادهای مهم به ریشخند گرفتم سال 1826 بود و ریشخندم به قول مردم بسیار زیرکانه و مؤثر بود آنگاه وادارش کردم توضیح بخواهد و چنان با بیادبی رفتار کردم که به رغم نابرابری بیحد در بین ما چون من جوانتر بودم آدمی بیمنزلت و دارای مقامی پایینتر مبارزه خانی مرا پذیرفت بعدها دریافتم که پذیرفتن مبارز خانی من ناشی از احساس رشک و حسد از سوی او بوده پیش از ازدواج از بابت زنش به من حسودی میکرده حالا گمان برد که اگر در برابر اهانت من ساکت می ماند و از پذیرفتن مبارز خانی ابا می کرد و اگر به گوش زنش می رسید چه بسا که از او بیزاری می جست و عشقش نسبت به او سست می شد. به زودی شاهدی یافتم پرچمداری در هنگمان. در آن روزها هرچند که دوئل کیفری سخت داشت در میان افسرها رایج بود. تعصب وحشیانه گاهی بدینسان قوی و ریشه دار می شود. پایان ماه جوان بود و قرار بود دیدار ما ساعت هفت روز بعد در کناره های شهر صورت گیرد و آنگاه پیش آمدی شد که به حق نقطه بازگشت زندگیم بود. شامگاه در بازگشت به خانه با درند خویی بر هم آفانی خشم گرفتم و با تمام قدرت دو سیلی بر صورتش نواختم طوری که صورتش پوشیده از خون شد. از سربازیش زمان درازی نمیگذشت و قبلا هم او را زده بودم اما نه با چنان ستمی وحشیانه و باور کنید هرچند که چهل سال پیش بود با شرم و درد به یادش میآورم به بستر رفتم و حدود سه ساعت خوابیدم بیدار که شدم روز در کار طلو بود برخواستم دیگر نمیخواستم بخوابم به سوی پنجره رفتم بازش کردم رو به باغ داشت بالا آمدن خورشید را دیدم گرم و زیبا بود پرندگان میخواندند با خود گفتم یعنی چه؟ احساسی در دل دارم که به فرومایگی و شرم می ماند. برای آن است که میخواهم خواهم خون بریزم؟ با خود گفتم نه احساس می کنم این نیست. برای آن است که از مرگ یا کشته شدن می ترسم؟ نه این هم نیست و به یک بار فهمیدم چیست. برای این بود که آفانی را شامگاه روز پیش زده بودم. تمام صحنه پیش ذهنم بر شد. انگار دوباره تکرار می شود. او رو رویم ایستاده بود و من به صورتش سیلی می نواختم و او بازوانش را پایین نگه داشته بود و با سری راست و چشمان دوخته بر من انگار که رژه می رود. با هر ضربه تعادل از دست می داد و حتی جرأت نمی کرد دست به حفاظت از خیش بلند کند. این که آدمی به این روز افتاده بود. آن که آدمی هم نوعش را کتک می زد. چه جنایتی. چنان بود که گویی دشنه ای تیز جانم را شکافته است. در آن حال که خورشید میتابید و برگها شادی میکردند و میدرخشیدند و پرندگان تسبیح خان بودند ایستاده بودم اما گویی زبانم بند آمده بود چهره در دست پوشاندم خود را روی بستر انداختم و سیل اشک از دیده روان ساختم و آنگاه برادرم مارکل را به یاد آوردم و آنچه در بستر مرگ به نوکرانش گفته بود عزیزانم چرا خدمتگذاریم را میکنید چرا دوستم دارید آیا لیاقت آن دارم که شما خدمتگذاریم را بکنید در ذهنم جستن کرد که آری آیا لیاقتش را دارم؟ آخر چه ارزشی داشت که فردی دیگر یک هم نوع ساخته شده بر شباهت و صورت خدا خدمت مرا بکند؟ نخستین بار در زندگیم این سوال خود را بر من تحمیل کرد. برادرم گفته بود مادر دلبندم در حقیقت همگی ما در برابر یک دیگر مسئولیم. حیف که آدم ها این را نمی دانند. اگر می دانستند دنیا دردم بهشت می شد. همچون که می گریستم با خود می گفتم خدایا می شود این هم دروغ باشد؟ در حقیقت شاید من بیش از دیگران مسئول باشم و بیش از همه آدم ها در دنیا گناهکار و به یک باره تمامی حقیقت در فروغ کامل خیش بر من آشکار شد. چه می خواستم بکنم؟ می خواستم آدمی خوب و زیرک و شریف را که ابدا هیچ بدی به من نکرده بود بکشم و با محروم کردن زنش از خوشبختی تا آخر عمر او را نیز عذاب بدهم و بکشم؟ بدینسان در میان بالش بی توجه به گذر زمان دراز کشیدم ناگهان شاهدم همون پرچمدار با تپانچه آمد که مرا ببرد گفت چه خوب که بیداری وقتش از برویم راه بیفت نمیدانستم چه کنم و بی تصمیم این سو آن سو میشه تافتم با این حال به سوی درش گرفتیم به او گفتم لحظه همینجا صبر کن فوری بر میگردم کیف پولم را فراموش کردم شتابان برگشتم و یک راست به سوی اتاق کوچک آفانی رفتم گفتم آفانی دیروز دو سیلی به صورتت زدم مرا ببخش چنان یکی خورد که انگار ترسیده است و نگاهم کرد و متوجه شدم که این پوزش طلبی بسنده نبوده و در جا با لباس افسری به پایش افتادم و سر به زمین نهادم و گفتم مرا ببخش آنگاه او در بهد و حیرت شد قربان چه کار میکنید؟ آیا لیاقتش را دارم؟ و به گری افتاد همان گونه که من قبلا چنین کرده بودم چهره در دست پوشانید به سوی پنجره برگشت و از حقیق گریه تمام بدنش به لرز افتاد دوان به سوی شاهدم رفتم و توی درش پریدم فریاد زدم آماده هم. از او پرسیدم آیا به عمرت آدمی فاتح دیده ای؟ بفرما روبرویت ایستاده به وجد آمده بودم تمامی راه را می و حرف می زدم یادم نیست از چه به من نگاه کرد خب برادر آدم شجاعی هستی پیداست که شرافت لباسمان را حفظ میکنی باری به محل موعود رسیدیم و دیدم منتظر ما استادند. در فاصله دوازده قدمی از هم قرار داده شدیم شلی که اول با او بود شادان ایستادم به چهرش نگاه کردم پل کم نمیزد با محبت نگاهش میکردم چون میدانستم چه میکنم تیرش تنها گونه و گوشم را خراشید فریاد زدم خدا را شو که کسی کشته نشد تپانچه را گرفتم پشت گردانیدم و به دوردست به میان جنگل پرتابش کردم فریاد زدم جایت همون جاست رو به حریفم نمودم و گفتم قربان امیدوارم من احمق را به خاطر اهانت و واداشتن شما به تیراندازی به سوی من عفو کنید من ده بار و شاید بیشتر از شما بدترم این را به کسی که بیش از همه در دنیا عزیزش میداری بگو همین که این را گفتم هر سه بر من بانگ زدند حریفم با خشم بسیار فریاد زد مرد حسابی اگر نمیخواستی بجنگی چرا مرا به حال خودم رها نکردی خندان در جواب گفتم دیروز احمق بودم امروز بهتر میدانم گفت راجب به دیروزت باور میکنم اما راجب امروز قبول کردن نظرت دشوار است دستهایم را به هم زدم و فریاد زدم آفرین در این خصوص هم با شما موافقم سزاوارش بودم بالاخره شلیک میکنی یا نه گفتم نکنه می کنم. اگر دوست داری دوباره به من شلیک کن اما بهتر آن است که شلیک نکنی شاهدها هم به خصوص شاهد من فریاد میزدند با روبرو شدن با خسم و تقاضای بخشش از او میخواهی آبروی گردان را ببری ای کاش دانسته بودم ایستاده بودم رو به آنان و حالا دیگر نمیخندیدم گفتم راستی این روزها پیدا کردن آدمی که از حماقتش پشیمان شود و در میان جمع به خطاکاریش اعتراف کند این همه شگفتانگیز است شاهدم باز هم فریاد زد اما نه در دوئل گفتم همین است چیزی که این همه عجیب است چون باید با رسیدن به اینجا به خطایم اعتراف می کردم پیش از آن که او تیری در کرده باشد پیش از کشاندنش به گناهی بزرگ و نابخشوندنی اما زندگی من را چنان بیقواره کرده ایم که بدان شیب عمل کردن تا حدودی محال می بود چون تنها پس از رویارو شدن با تیراندازی او در فاصله دوازده قدمی است که سخنانم برای او شایان اهمیت تواند بود و اگر پیش از آن میگفتم در میآمد که او ترسوست دیدن تپانچه او را ترسانیده بود گوش به حرف او دادن بیفایده است آقایان به نعمتهای خدا در پیرامونتان بنگرید آسمان صاف هوای ناب علب لطیف پرندگان طبیعت زیبا و بیگناه است و ما تنها ما بی خدا و احمقیم و نمیفهمیم که زندگی بهشت است چون تنها باید این را بفهمیم و آن وقت است که زندگی در تمامی زیبایی خود بهشت خواهد شد یکدیگر را در آغوش گرفته و خواهیم گریست میشد بیشتر بگویم اما نتوانستم صدایم از نوش و شادی پرتراوتش شکست و, و آنچنان سعادتی در دلم بود که هیچگاه به عمرم به خود ندیده بودم حریفم گفت گفتارت همه معقول و آموزنده است و به هر صورت آدمی اسیر هستی گفتم بخند و خودم هم خندیدم اما بعدها حرفم را تصدیق میکنی گفت آه همین حالا هم آمادم حرفت را تصدیق میکنم خواهش میکنم با من دست بده چون باور دارم آدمی صادق هستی گفتم نه حالا نه بعدها وقتی شایستگی بیشتری یافتم و در خور مقام شما شدم آن وقت با من دست دهید که آنگونه بهتر است به خانه رفتیم و تمام راه را شاهدم سرزنشم کرد و من میبوسیدمش. همه هم در هم دردم از موضوع با خبر شدند. گرد هم آمدند تا همان روز محاکمه هم کنند. گفتند آبروی لباسمان را برده بهتر است از مقام خود استعفا کند. ادهی به جانبداری از من برخواستند و گفتند در برابر گلوله ایستاد. بله اما از گلوله بعدی ترسید و تقاضای بخشش کرد. اگر از کشته شدن می ترسید پیش از تقاضای بخشش اول با تپانچهش شلیک می کرد. ولی تپانچه پر را به میان جنگل پرتاب کرد. نه چیزی در کار است چیزی اصیل. از گوش دادن و نگاه کردن به آنان لذت می بردم. گفتم دوستان و هم قطاران عزیزم. از بابت استفایم نگران نباشید چون این کار را کردم. استفا را امروز تحویل دادم و با گرفتن حکم به سومه خواهم رفت. با این قست است که میخواهم گردان را ترک گویم با این گفته همه گی زدن زیر خنده خب همان اول میگفتی و خودت را راحت میکردی ما نمیتوانیم راهب را محاکمه کنیم ایشان میخندیدند و نمیتوانستند جلوی خود را بگیرند نه از روی سرزنش که از سر مهربانی و خوشحالی در دم نسبت به من احساس دوستانه پیدا کردند حتی آنان که در اتهام گویی به جد بودند و تمام ماه بعد پیش از آمدن حکم از کارم سر در نمیآوردند میگفتند ای آقای راهب و همگی کلامی پرمهر به من میگفتند بران شدند که برای از قصدم باز دارند و حتی برایم دلسوزی کنند میخواهی چه به روز خودت بیاوری میگفتند نه او آدم شجاعی است در برابر گلوله ایستاد و می توانست با تپانچه خود آتش هم بکند اما شب پیش از آن خوابی دید که راهب شود برای همین است که این کار را می کند با مردم شهر هم اوضاع بر همین منوار بود تا آن زمان مرا به مهربانی پذیرا شده بودند اما هدف توجه خاص قرار نگرفته بودم و حالا همگی دردم به شناخت من نائل آمدند و دعوتم کردند به من میخندیدند اما دوستم داشتند این را هم بگویم که هرچند همگی با سراحت از دوئل ما سخن میگفتند اولیاء امور توجهی به آن نکردند چون حریف من از خیشان نزدیک جنرال ما بود و از آنجا که هیچ خونریزی و عواقب جدی پیش نیامده بود و من هم استفا کرده بودم آن را به صورت یک شوخی درآوردند و آن وقت بود که به صدای بلند و بیباکانه بی توجه به خندهشان به گفتن پرداختم چون خندهشان همواره از روی مهربانی بود و از سرکین نبود این گفتگوها بیشتر به هنگام عصر در مصاحبت بانوان انجام می گرفت. زنان به خصوص گوش دادن به گفته مرا خوش داشتند و مردان را به گوش دادن وامی داشتند. هر کسی به خنده می گفت آخر چطور امکان دارد که من مسئول همه باشم؟ مثلا می شود که من مسئول تو باشم؟ جواب می دادم شاید این را ندانید چون تمامی دنیا دیویست که به راهی متفاوت می روید. چون حتمی ترین دروغ ها را حقیقت می و از دیگران هم همون دروغ ها را می خواهیم. اینجا برای یک بار در زندگی هم صادقانه عمل کردم و خب همگی بر من به صورت آدمی دیوانه می خندید. هر چند که به من محبت می کنید بر من می خندید. میزبانم به خنده گفت آخر چگونه می توانیم از محبت به تو خودداری کنیم؟ اتاق از جمعیت پر بود. ناگهان بانوی جوانی که دوئل به خاطر او صورت گرفته و تنها همین اواخر قصد کرده بودم زن آتی من باشد به پا خواست. از ورود او به اتاق آگاه نشده بودم. به پا خواست به سوی من آمد و دست پیش آورد. گفت بگذارید به شما بگویم که من اولین کسی هستم که به شما نمیخندد بلکه به عکس عشق ریزان از شما تشکر میکنم و برای شما و کردارتان احترام عرضه میدارم شوهرش هم به سوی من آمد و سپس همگی پیش آمدند و کم مونده بود ببوسندم دلم از شادی لبریز شد اما توجه هم معطوف شد به مردی میان سال که همراه دیگران به سوی من آمد به اسم میشناختمش اما با او آشنا نبودم و تا آن شب کلامی با او نگفته بودم